سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت بگونه زنده از نور هستید. امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی در اوج تنش های منطقه ای، سرانجام امریکا پای طالبان را در این اوضاع به صلح خواهد کشاند؟ زلمه خلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان، به قطر رسیده و بر اساس گزارش ها با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیدار و گفتگو کرده است. انتظار می رود که این دور مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در مورد کاهش خشونت ها، آتش بس و آغاز مذاکرات بین افغانی بحث داشته و تصامیم مهم در این مورد اتخاذ شود. تصامیمی که امریکا و طالبان در عدم حضور نماینده حکومت افغانستان بگیرند، آیا تصامیم خواهد بود که نتیجه بخش باشد برای رسیدن به ثبات در افغانستان؟ تحولات منطقه‌ای چه تأثیر می‌گذارد بر روند صلح افغانستان و حالا که در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات درازمدت ایالات متحده امریکا و طالبان قرار داریم؟ بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان آقای بسم الله رنجبر، کارشناس روابط بین الملل، و آقای ذبیح الله عتیق، عضو مجلس نمایندگان، که دقایق بعد تشریف می آورند. آقای رنجبر، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر، سپاس. آقای رنجبر، در کل بررسیتان از این چند دور مذاکره که حالا امریکایی ها و طالبان انجام دادن چی است؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و بیننده خوب تلویزیون. ببینید، از بعد از آغاز این روزهایی که مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر آغاز شد، تا به حال فراز و فرودهای زیاد را داشته، هرچند به صورت سوری البته، اما در محتوا و کنه مسئله را اگر بشکافیم، باوری من این هست که موفقیت های چشمگیری را ایالات متحده آمریکا و طالبان که به یک نحوی میشه گفت به نیابت از پاکستان وارد چانه‌زنی شدن با ایالات متحده آمریکا، بالاخره یک سلسله دستاوردهایی هم داشتن، هرچند این دستاوردها به یک نحوی برزانه ها درز نکرده و یا هم نخواستند درز بکنن و به صورت سوری به یک نحوی انعکاس داده شد که به دلیل کشته شدن یکی دو سرباز آمریکایی ها در کابل، بل، حتی یک بار متوقف شد مذاکرات صلح میان دو طرف. ولی در کل باور من این هست، برداشت من این هست که از شروع مذاکرات تا حالا حداقل ایالات متحده آمریکا با طالبان روی نکات اساسی و مسائل اساسی که اختلاف نظر وجود داشته، اینا به تفاهم رسیدن و مسئله بعدی راه را هموار کردن است برای مذاکرات بین الافغانی که طرف های درگیر در درون افغانستان با هم بنشینن و روی نکات اساسی که در حال حاضر اختلاف زا هست، حداقل روی زو بحث بکنن. خب در حال حاضر باور من این هست که در قدم اول چی اختلافات باقی مانده میان امریکایی ها و طالبان که حالا حل نمیشه و چیزی همین مذاکرات را به درازا کشون به نظر شما آقای رنج؟ خب هرچند در ظاهر چند تا نکته هست که یعنی در عرصه رسانه ها یا در سطح رسانه ای بالاخره یک سلسله دغدغه های را ایجاد کرده برای مردم افغانستان. حداقل مسئله خروج آمریکایی ها هست، پایگاه های از اونا که بالاخره تا چه زمانی دوام بکنه و نحوه خروجشان هست، و هم مسئله نوع نظام هست، نوع نظامی پس صلح که بالاخره چیزی این نوع نظام وقتی طالبان میان مدغم میشن در قدرت سیاسی شریک میشن، حالا نوع نظام در افغانستان چگونه باید باشه؟ آیا واقعا جمهوریت حفظ میشه یا اینکه نه، امارت دوباره میای جایگزین جمهوریت میشه؟ هرچند در ظاهر این مسائل و این اختلاف نظرها خوراک رسانه‌ای را تشکیل میداده، ولی باور من این هست که در محتوا اختلاف نظر جدی وجود نداره. قبلا طالبان در قدم اول پاکستانی ها با ایالات متحده آمریکا بحث کردند و به یک نحوی نکات اختلافی که میان افغانستان و پاکستان هستند به یک نحوی آمریکایی ها روی از مسائل تمرکز کرده و به یک نحوی به نتیجه رسیدند. ولی با توجه به اینکه از نقطه نظر زمانی الا برگزاری انتخابات ایالات متحده آمریکا یک مدت زمان مدید را فاصله داشت، از این نقطه نظر با یک تصمیم زیرکانه و باریکبینی بسیار خاصی آقای ترامپ اعلام کرد که مذاکرات صلح را متوقف میکند، به دلیل اینکه طالبان ضمن اینکه وارد مذاکره شدن با آمریکایی ها، ولی متاسفانه هم
باریکی های مذاکرات را رعایت نکردن و یکی دو سرباز آمریکایی ها را به قتل رساندن در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل. آیا این کشته ظاهر شدن مسئله دو هست. سرباز یا چند سرباز آمریکایی در افغانستان یا در جاهای دیگر توسط طالبان میتونه مانی مثلا یک روندی طولانی مدتی یا یک روندی کلانی مانند قضیه صلح افغانستان شود؟ من میخواستم این مسئله را به یک نحوی پیوند بزنم با مسئله قبلی که مطرح کردم، یعنی ایالات متحده آمریکا با طالبان و در قدم اول با پاکستان، در قدم دوم با طالبان به نتایج ملموس و قابل قبول دست یافته بودند. مرحله که باقی مانده بود مذاکرات یا مباحثه با دولت مردان افغانستان بود، ولی خب با توجه به فاصله زمانی که وجود داشت، خب طبعا باور من این است که روی کرد ایالات متحده آمریکا در قضیه صلح افغانستان این است که صلح افغانستان را با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همزمان به یک نحوی پیوند بزنه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خودش زمینه ساز و بستر ساز موفقیت آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری شود. ولی از آنجایی که فاصله زمانی زیاد بود، به یک نحوی به تعویق انداخت و تعلیق انداخت به بهانه کشته شدن سربازان. با توجه به سوالی که شما مطرح کردین، باور من این هست که کشته شدن یک دو سرباز هرگز نمیتونه که مانع پروسه کلان صلح که بالاخره برایند یا خروجیش پیوستن طالبان به قدرت سیاسی میشه مانعش نمیشه، به دلیل اینکه در حال حاضر از سال 2001 تا حالا بیشتر از 2000 سرباز آمریکا در افغانستان کشته شده و اگر کشته شدن مانع میشد هرگز وارد مذاکرات صلح نمیشدند. خب حالا هم باور من این هست که ایالات متحده آمریکا به یک نحوی داره بستر سازی میکنه، زمینه سازی میکنه برای اینکه مذاکرات بین الافغانی به یک نحوی شکل بگیره بدون سر و صدا، بدون اینکه پیامدهای بسیار ناگواری برای آمریکایی ها حداقل داشته باشه، یا حداقل بشه گفت که برای بدون اینکه دردسر برای آمریکایی ها ایجاد بکنه مسئله صلح و نزاکت هایی که وجود داره در این زمینه. در قدم اول میخواین که بستر سازی بکنن میان ارگ و طالبان، در قدم بعدی به صورت عملی مذاکرات را آغاز خواهند کرد. خب حالا هم باور من این هست که مذاکراتی که حالا رفت و آمدهای که آقای خلیلزاد انجام میده به قطر، اینا بیشتر به خاطر زمینه را هموار کردن هست با کابل تا اینکه اینا دوباره با طالبان روی نکات اساسی بحث و مفاهمه داشته باشند. با توجه به اطلاعاتی که به یک نحوی به صورت نیم بندی در رسانه ها درس کرد قبلا، یعنی روی نکات اساسی میان طالبان و آمریکایی ها توافق قبلا صورت گرفته و حال در حال حاضر هیچ گونه اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد. چیزی که در حال نظر حاضر شما چگونه توافق در کار است میان طالبان و آمریکایی ها، یا اینکه حالا توافق شده باشه روی چی مسائل حالا اختلاف بیشتر داشتن که حالا بیان بشینن و اون اختلافات را حل بکنن؟ خب در قدم اول مشکل عمده و اساسی این هست که نحوه پیوستن طالبان به قدرت سیاسی هست، یا اینکه آیا طالبان تحت نام میاین دولت یا حکومت مستقلی را در افغانستان شکل میدن، یا اینکه نه به عنوان یک گروهی که یک بخشی از جوانب زیر دخل در افغانستان، در قضیه افغانستان، در قضیه جنگ و صلح افغانستان هست، میاین تحت پرچم سرنگ افغانستان جمهوریت را میپذیرن و بخش از قدرت سیاسی را میاین تصاحب میشن. این مسئله، این دو تا مسئله هست که این خواسته امریکا را تشکیل میده، یک بخش بزرگی خواسته امریکا. باور من این هست که نوع نگاهی که در حال حاضر در نزد آمریکایی ها حاکم هست، این هست که برایشان چگونگی نوع نظام زیاد مسئله ساز نیست. باور من این هست که اونا هم خواست طالبان را به یک نحوی مد نظر میگیرن و هم این که یعنی نزاکت هایی که در افغانستان وجود داره، چند پارچگی اجتماعی که در افغانستان حضیره، هم باید مد نظر بگیرن یک حکومتی عبوری و فراگیر شکل بگیره که همه اقوام ساکن در افغانستان به یک خودش را در او آینه ببینن. این مسئله به نظر من یک مقدار حالا در این مسئله تاثیرگذار شکل گرفته در داخل افغانستان به نظر شما، مثلا فیگورهای سیاسی، حالا تیکت‌های انتخاباتی که حالا در همین فیگورها در محور تیکت‌های انتخاباتی جمع شدن و بعضی هایشان اصلا انتخابات را در انتخابات اشتراک نکردن، اینا در همین پروسه شامل هستند که یک مجموعه کلان را تشکیل بدن و شامل حکومت افغانستان شوند و اینکه یک اجماع در کل در کار باشه؟ خب در این زمینه حرف حدیث های زیادی هست، یعنی به صورت یک دست هیچ گروهی در برابر طالبان نتونستن که یک سلسله ارزش های مشترک را که همه به او باورمند باشن مطرح بکنن. در حال حاضر کسانی که در جبهه مقابل طالبان قرار دارن، هر گروهی به زعم خودشان اکسس ارزش‌های را مطرح کردن.
خود بیشتر نوع نگاهشان یا دغدغه هایی را که در کل مطرح کردن جبهه ضد طالبانی بیشتر همون نگرانی های حضورش یا حضور یا عدم حضور خودشان در قدرت هست تا اینکه بیاین نگرانی های حقوق بشری، نگرانی هایی را که مردم افغانستان دارن اون رو مطرح بکنن. خب طبعا در صلحی که قرار است شکل بگیره احزاب سیاسی، گروه هایی را که شما مطرح کردین که در تیکت های انتخاباتی به یک نحوی در صدر و ذیلش قرار دارن و یا هم بیرون از تیکت های انتخاباتی به یک نحوی نظاره‌گری پروسه صلح افغانستان هستن، نمیشه که اونا رو نادیده گرفت. اگر واقعا ایالات متحده آمریکا میخواهه که آینده افغانستان آینده‌ای بدون دردسرساز و بدون دغدغه برای مردم افغانستان باشه، خب طبعا تمامی جوانب زیر دخل در نظر گرفته شود و هیچ جانبی نباید از پروسه صلح به یک نحوی شاکی باشن. حالا هم به نظر من این مسائل به صورت عریانش مطرح نشده، ولی باور من این هست که یعنی نوع نظامی که پس از صلح قرار است شکل بگیره، اگر قرار است که طالبان بدون دغدغه و بدون سر و صدا بیاین به قدرت داخل شون، حالا بخشی از امارات و بخشی از جمهوریت چیزی را که ما در قطر نمونهش را داریم، چیزی را که در ایران داریم، یک نظام میکس را شکل خواهند داد. بسیار زیاد تشکر میکنم آقای رنجبر. آقای عتیق خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای عتیق، واقعا امریکایی ها و طالبان در آخرین روزهای مذاکراتشان قرار دارند و اینکه حالا اینا به نتیجه رسیدند، بعضی منابع از داخل گروه طالبان اعضای برجسته اسبق گروه طالبان در کابل میگویند که حالا در حتی توافق بر سر این است که در وقتی موافقت نامه، امضای موافقت نامه و مکان امضای موافقت نامه و همچنان زمین کابلوف هم گفته بود که حالا 20 کشور نظارت میکنن و امریکایی ها با طالبان به نتیجه رسیدن در مورد قضیه افغانستان. واقعا تحولات اخیر منطقه‌ای تاثیر نمیگذاره بر امین نتیجه که حالا امریکایی ها و طالبان از مذاکراتشان گرفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به مهمان شامل در بحث و سلام به هموطنان عزیز. شما میدانین پروسه صلح در افغانستان بر یک معمای تبدیل شده و واقعا نگرانی مردم افغانستان هر روز در حالی که باید با آغاز مذاکرات صلح مردم افغانستان امیدوارتر شوند و برای فردای خوب تصورات خوبی داشته باشند، اما متاسفانه هر روزی که میگذره مردم افغانستان بیشتر متحمل مشکلات میشوند، بیشتر در این روزها شما میدانید که سنگرهای جنگ در افغانستان زیاد گرم شده. در سطح کل پیش از اینکه حادثه و اتفاقی که از آدرس امریکایی ها در عراق اتفاق افتید، مردم افغانستان باورمند بر یک پروسه صلحی که متضمن آرامش فردای خوب برای مردم افغانستان باشه نبودند و بار بار ما و شما در جریان در خلال بحث ها یاد کردیم که چون هر کس در ارتباط با صلح به عنوان یک پروژه فکر میکنه و مسائل پروژه‌ای او ارتباط میگیره به منافع افراد یا کشورهای زیردخل در قضیه، به این اساس شما میبینید که حتی مذاکرات از رسمیات خود برآمد رفت به غیر رسمی و آقای خلیلزاد شما ما و شما میشنویم از طریق رسانه ها که آمده غیر رسمی میخواد با طالبان مذاکره بکنه و از اونا گزارش بگیره که شما در پاکستان رفتین چی کردین با دو بادارتان، یکی بادارایتان که در خط جنگ مصروف هستن و یکی بادارایی که شما را مشوره های پشت پرده میدن، یعنی سران پاکستان. به این اساس ما قبل از این حادثه باورمند و خوشبین نبودیم، در حالی که این رویای هر فرد افغان است در ارتباط به مسائل صلح و شاید اما کسایی که در خطوط جنگ از طرف مخالفین دولت هم باشن خسته شده باشن از جنگ و از خانواده های از اونا آدم میشنوه که اونا از جنگ خسته شدن و واقعا که جنگ افغانستان یک جنگی که اهداف استراتژیک نداشت، یک جنگی که به اساس انگیزه و باورها و عقاید نبود. او جنگ وقتی خسته کن هست، جنگ چون برای منافع دیگرها هست. به این اساس اتفاقی را که تحولاتی را که در اواخر اتفاق افتاد ما و شما می‌دانیم که افکار عامه را به خود معطوف داشته و ایالات متحده آمریکا بیشتر از مسائل صلح افغانستان علی مصروف شده در قبال قضایای خاورمیانه و به خصوص کشور عراق
در پهلوی از اینکه سلیمانی کشته می شود، پارلمان عراق یکسره تصمیم می گیره و خروج فوری نیروهای امریکایی را تصویب میکنه. و امروز ما از رسانه ها شنیدیم که 2 ماه برای نیروهای ایالات متحده امریکا وقت دادن که باید از خاک عراق براین. این تحولات بخواهیم نخواهیم بر روند نیمه جهانی صلح افغانستان تاثیرات منفی خود داره. و افکار عراق و ایران چی رابطه‌ای داره با قضیه صلح افغانستان؟ آید شما میدانین از یک طرف ایران همسایه خوب یا خراب افغانستان بوده، در خوبی هاش گاه گاه خوبی کرده و در بعضی مسائل منفی افغانستان هم نقشی به سزای خود داشته، و از یک طرف همسایه افغانستان است و از طرف دیگر مخالفی بسیار جدی و جدیتری ایالات متحده امریکا در اواخر شده. و ایرانی ها در فکری ازی هستن و شما ببینید در این روزا با سران حکومت افغانستان هم سفیر ایران بیشتر میبینه و نگرانی خود ابراز میکنه که نشود از خاک افغانستان علیه منافع ایران استفاده شود. بخواهیم نخواهیم اینجا نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان حضوری به سزای خود دارن و با مخالف هم همسایگی ایران با افغانستان و هم تشدید مخالفت های ایالات متحده امریکا با ایران تأثیرات به سزای خود داره. شما ببینین امروز هم مراسمی را که به خاک سپاری سلیمانی در ایران اتفاق افتاد در شهر کرمان، 28 نفر اونجا کشته میشه و 30 و چند نفر زخمی میشه و حتی از بی بی سی ما شنیدیم که میلیون ها انسان اشتراک کرده در خاک سپاری. این موجی از مردم تاثیرات خود داره، هم ایالات متحده امریکا را بخواهیم نخواهیم نگران میسازه و تاثیری بسزای خود داره. و اکثر افکار عامه هم در مردم عامه امریکا و هم در زمامداران امریکا فعلا معطوف است بر مسائل حاد ایران امریکا، عراق امریکا و دیگر مناطق کشورهای خلیج و خاورمیانه. به این اساس ما با وصفی که نگران هستیم از قضایا نمیخوایم مایوس هم باشیم، امیدوار هستیم پروسه ای را که و این نقیصه ای را که داشت، اگر آل در آغاز حکومت و زمامدارای ما در افغانستان میتونستن یک مدیریت خوب و به دست میگرفتن، آل ما نگران نمیبودیم. و طالبا هم این فکر میداشتن که با مردم افغانستان میجنگن، باید با کسایی که میجنگن بیشتر و در فعلا در خطوط جنگ هستن با اینا وارد مذاکره میشدن. اگر تیم مذاکره کننده ما از حکومت افغانستان می بود، از مردم افغانستان نمایندگی میکرد، ولی ما این نگرانی را نمی داشتیم. اما چون هم حکومت افغانستان در حاشیه گذاشته شد و هم مردم افغانستان در حاشیه گذاشته شد، زمامدارای حکومت افغانستان نتانستن یک مدیریت سالم را در همه قضایا به خصوص در پروسه صلح ایجاد میکردن که آل ما از این چنین اتفاقات چون نتانستن. آقای عتیق به نظر شما خب قضایایی هست که از آفتاب که در روشن خود یک کسی که نخواست هم نتانست و هم نخواست که یک مدیریت ایجاد بکنه. مسئولین حکومت افغانستان بیشتر در مسائل و در منافع شخصی خود مصروف بودن، اینا همیشه در از یک سال به این طرف در مسائل انتخابات همه غمشان فکرشان مصروف هست و اینا نتونستن. حتی شما ببینین با یک کسی، یک رئیس جمهور با معاون اول خود درست سر یک میز نایستادن و معاون اول یک رئیس جمهور یک کشور سالها از پشت میز ادارش دور باشه و خب دیگر وقتی کسی که با معاون اولش نتونست کنار بیاید، دیگه با دیگر احزاب سیاسی و با دیگر گروه های مختلفی در افغانستان سازگار می باشه. به این اساس اینا نتونستن، هم نخواستن و هم مصروف زد و بندهای شخصی خود شدن در ارتباط به مسائل انتخابات و دیگر مسائل. او قضیه اصلی که برای آینده افغانستان، برای دورنمای افغانستان امیدوار کننده بود، او را کنار گذاشتن. وقتی ما صاحب خانه هستیم، دل ما به خانه خودمان نسوخت، در این شکل است که دیگرها از چنین موقع و از ضعفی ما استفاده میکنن و اونا قضایا را میگیرن به دست خود که ما و شما شاهد بودیم. تشکر میکنم آقای عتیق. آقای رنجبر، واقعا چه تأثیر مستقیمه که حالا بتونه نتیجه را معکوس بکنه، مثلا قضایا را در افغانستان تغییر بده، تحولات اخیری مثلا عراق، ایران، امریکا و ایران بر قضیه افغانستان تاثیر میکنه؟
در شک نیست که هر رویدادی که در محیط پیرامونی افغانستان اتفاق میفته تأثیر خودش را بالاخره یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم میگذاره. خب حالا هم با توجه به اینکه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان خودش یکی از عوامل جدی نگرانی برخی از کشورهای محیط پیرامونی افغانستان هست، از جمله ایران همواره نگرانی خودش را در این زمینه ابراز کرده. خب وقتی کشته شدن آقای سلیمانی در داخل ایران و عراق اون همه سر و صدا را ایجاد میکنه و در حال حاضر هم مقامات آمریکایی بالاخره گوش به زنگ این هست که ایران چگونه واکنشی از خودش نشان میده در رابطه به این موضوع، طبعا روی پروسه صلح افغانستان هم تاثیرات خودش را میگذاره، به دلیل از اینکه اگر قرار باشه ایران یک واکنشی بسیار جدی را از خودش نشان بده که یک جنگ را در خاورمیانه در قبال داشته باشه، خب طبعا در اینجا پای کشورهای تاثیرگذار دیگه مثل روسیه و حتی چین هم به یک نحوی کشانده خواهد شد. در چنین وضعیتی من فکر میکنم که نه تنها پروسه صلح افغانستان که حتی روی کردهایی را که ایالات متحده آمریکا در افغانستان روی دست داره به صورت موقتی تعطیل خواهد شد، خب در این شک نیست، ولی اگر قرار باشه که ایرانی ها تحت تاثیر تحریم های سنگین ایالات متحده آمریکا نتونه که برای کردهای امنیتی منطقه‌ای خودش ادامه بده و یک واکنش جدی در برابر آمریکایی ها خودش نشان نده و یک عکس العمل جزئی از خودش نشان بده، طبعا دوباره پروسه صلح افغانستان مامور روند عادی خودش را ادامه خواهد داد و تا زمان حالا خلیزاد رفته به ماموریت آمریکا و به ایرادی آمریکا را در قطر تمثیل میکنه، حالا به پایانی مثلا مذاکرات گفته ما دست یافتیم و منابع امیر میگن، حالا به این معنای حرف شما نیست که حالا آمریکا یعنی به این نتیجه رسیده که قضیه ایران تأثیر بر روند صلح افغانستان نمیگذارد؟ خب دو تا روی کرد در این زمینه به باور من محتمل به نظر میرسه، یکی این که پروسه صلح را به صورت نیمه تمام اعلام بکنن و دوباره برن به سراغ ایران، یا هم یک موضوع دیگه هست که خب همین که اگر آقای خلیلزاد اعلام بکنه که مثلا به پایان خودش نزدیک شده پروسه صلح، ممکن به صورت عاجل حتی طالبان را بکشانن به دوره قدرت سیاسی و زمینه را هموار بسازه برای شریک شدنشان در قدرت سیاسی و کاملا نگرانی خودش را از بابت طالبان و قضیه جنگ و صلح افغانستان آرام بکنن و یک طرفه بکنن و دوباره برن به طرف رویکردهای خودش در خاورمیانه. این دو تا رویکرد به نظر من محتمل به نظر میسته که اولی بیشتر امکان پذیر است، یعنی ممکن پروسه صلح نیمه تمام بگذارن و تا زمانی که نگرانی و دغدغه‌ای که از بابت ایران در خاورمیانه دارن تا زمانی که خاتمه نیافته تاثیر بگذاره، چی تأثیری میگذارن مشخص؟ خب تأثیرش امی هست که تمامی توجه و نوع نگاهش متمرکز میشه به خاورمیانه، حتی ممکن حمایتش کمرنگتر شوه. وقتی اگر آمریکا وارد جنگ شوه با ایران در خاورمیانه در عراق، خب طبعا وقتی ایران وارد جنگ میشه، ایران یک کشور بسیار ناتوان در خاورمیانه نیست، وقتی ایران وارد جنگ شوه طبعا حمایت روسیه را به خودش داره، روسیه به عنوان قدرتمندترین نیروی هسته‌ای در سطح جهان اگر بیاید از ایران در این زمینه حمایت بکند، پای خیلی از کشورهای دیگه کشانده میشه، حتی خب ممکن یک مقدار افراط شود در سخنان مدری زمینه، حتی ممکن رویاروی ایران با ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه شروع یک جنگ جهانی دیگری باشد. خب ما با احتیاط و محتاطانه میخواهیم در زمینه مطرح بکنیم، خب بحثای شده در این زمینه، خب طبعا یعنی اکسسر نگرانهای خودش داره با توجه به اینکه ایران یک از حتی میشه گفت که قدرتمندترین کشور از ناحیه موشکی هست، اگر قرار باشه که مثلا پایگاه های آمریکا را در محیط پیرامونی خودش مورد هدف قرار بده، حتی یک از تأثیرگذاری هایش در مورد افغانستان این هست که پایگاه های نظامی آمریکا مورد هدف موشکی ایران قرار بگیره، وقتی چون این چیزی شده در خاک افغانستان، خب چون این چیزی محتمل به نظر میشه، بعید نیست وقتی ایران تصمیم بگیره ظرفیت حکومت افغانستان در مثلا فروکش کردن این واکنش های حالا ایران در برابر امریکا در خاک افغانستان، این ظرفیت دیده میشه؟ با توجه به اعلامیه هایی که از درون افغانستان صادر شد، متاسفانه ما یک پیام بسیار بد را مخابره کردیم، هم برای ایالات متحده آمریکا هم برای ایران، در پیام؟ کل برای محیط کشورهایی که در محیط پیرامونی افغانستان قرار دارن. ببینید از ماش ارگ یک با یک محتوای خاصی اعلامیه خودش صادر میکنه،
ریاست اجرایه با یک محتوای دیگه، یعنی کاملا یک نه میشه طالبان یک اعلامیه دیگه صادر میکنه، حتی افراد آمدن از آدرس خودشان اعلامیه صادر کردن. خب این خودش نشان میده که ما کاملا امو چند پارچگی خودش را چند پارچگی خودمان را در عرصه رابط بین الملل برای مخاطبان خودمان در سطح دنیا به یک نحوی مخابره کرده و این خودش نشانگر از این است که افغانستان به صورت یک دست و واحد نمیتونه که در قضیه‌ای که در عراق و ایران رخ داد یک موضع واحد خودش را اتخاذ بکنه. حتی این مسئله خودش ممکن منجر به این شود که ما در داخل افغانستان شاهد رویارویی‌های درونی در داخل خاک افغانستان باشیم. مسائل امکانش وجود دارد. سپاسگزار هستیم. آقای عتیق، اون چی که آقای رنجبر گفت، مثلا واکنش ها در برابر این قضیه که حالا اتفاق افتاده یک رنگ نبود، یکسان نبود، متفاوت و در تضاد بود حتی. یعنی هم داخل حکومت، دو بخش حکومت هر دوش یعنی به نحوی تفاوت داشت، تفاوت آشکار داشت، اعلامیه هایشان، موافقت نامه هایش، یعنی واکنش هایشان البته در برابر این قضیه، افراد، اشخاص، احزاب و جریان های سیاسی هم هر کدام واکنش دادن. این نبود اجماع سیاسی در افغانستان حتی در قضایای بین المللی و حاد مانند همین قضیه نشان دهنده چی است؟ آیا واقعا اگر طالبان هم به افغانستان بیاین اینا میتونن که اجماع شکل بتن و منافع افغانستان حفظ بکنن در برابر آنچه که مثلا طالبان میخواین داشتن؟ خب ما در قبلا هم اشاره کردم، شما میدانید که ما یک حکومت مقتدر نداریم و همین اعلامیه هایی را که ما و شما از درون حکومت میشنویم که گویا ما اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری دیگر نمیتیم، این چیزایی هستند که در بالای کاغذ از داخل ارگ بیرون نمیبره، یعنی از داخل سپیدار. شما میبینید در افغانستان تبصیرهای سیاسی و مبصرین سیاسی به حدی هست که بالاخره ما برای خودمان هیچ کاری کرده نمیتونیم جز بسیار تبصیرهای کلان. شما میبینین افراد و اشخاص حتی در مورد قضایایی که اتفاق افتاده بسیار بحث های در صفحات اجتماعی دارن و احزاب خب کنار، افراد اشخاص در این ارتباط واکنش های هم تند و هم عکس العمل های در برابر این واکنش ها در صفحات اجتماعی میبینیم. خب هر کس مطابق بدید خودش، چون صفحات اجتماعی مثل تخته کاغذ وارز، هر کس چیزی خاص اونجا مینویسه، اما همه از این بر میگرده به این که ما در موقعیت استراتژیک یک کشوری مثل افغانستان نتانستیم یک نظام مقتدر و یک کشور مقتدر داشته باشیم و اگر ما یک نظام مقتدر در افغانستان می داشتیم هیچ نه تبصیره ضرورت می بود و نه هیچ کشوری اینجا می آمد مداخله می کرد و نه ما شاهدی هیچ پایگاهی برای ایالات متحده امریکا در افغانستان بودیم و نه همسایه از چنین قضایای به ما نگران از ما نگرانی می داشتن. به این اساس این همه برمیگرده به همو ضعف مدیریت در نظام ما که نتانستیم حتی از همین منابعی که در خلال 18 سال به افغانستان بارید در فضای افغانستان، پول و امکاناتی که به افغانستان آمد، نتانستیم ما زیربناهای اقتصادی خود را بسازیم و نتانستیم ما منابع زیرزمینی خود را به استخراج ببریم تا دیگر ما دست نگر نباشیم. و چون امو اصطلاحی هست که هر کس نان داد و فرمان میده، حال ما حتی در معاشات مامورینمان، در معاشات خودمان مجبور و محتاج هستیم که کشورهای همکار برای افغانستان به ما کمک بکنن. به این اساس ما در سطوح مختلف ضعف خود داریم و همین یکی از ضعف هاست. اگر ما مدیریت سالم در رأس نظام من داشته باشیم، خب با شما ببینید ریاست اجرایی و ریاست جمهوری یک دیوار در میان از اینا حائل است. ساده است که اینا تفاهم بکنن، بگن ما منافع افغانستان را مد نظر گرفته یک اعلامیه مشترک میتیم، منافع مردم افغانستان، منافع زمین افغانستان، منافع هوای افغانستان را در نظر گرفته ما اعلامیه مشترک میتیم. ما متاسفانه با حائل بودن یک دیوار در مابین دو قصر شما ببینیم که اعلامیه های متفاوت و با رنگ مختلف صادر میشه. به این اساس ما اگر گفتگوهای بین الافغانی شکل بگیره، در اون میز واقعا منافع مردم افغانستان، قربانیان جنگ، حالا بحث حقوق بشر، همین حکومت، همین رهبران میتونن که مثلا دفاع بکنن از اون مسائل؟
نه ما به می اساس بارها گفتیم که در قدم نخست ایجاب میکنه که ما یک نظام مقتدر داشته باشیم، متاسفانه او را نداره و نمی داشته باشیم. حکومتی هم که برآمده از این انتخابات گذشته اگر حاکم شود، ما شما میفهمیم که بیشتر از 6 لک رای ندارد از 35 میلیون انسان افغانستان، و اما زیربینای از این خشتی اول گرنه حد معمار کش تا سریا گره و دیوار کش، اینجا خشت کج گذاشته می شود. ما نمیتونیم، شاید اما کسایی که در اطراف چرا عالی گروه طالبا آماده نیستن که با حکومت افغانستان سری یک میز بنشینن؟ حالا میشینن آنچه که منابع گفتن. خب خدا کنه بنشینن، خدا کنه. ما آرزوی از این را داریم که بالاخره شما ببینین یک جنگی را که با روسا مردم افغانستان داشت شاید بسیار متفاوت بود. دسته های خالی بود مجاهدین افغانستان و با یک برقدرت جنگیدن و برقدرت را مجبور کردن از افغانستان برآمد. اما استادن شما نتایج استادنشان را دیدین که تعداد زیادی از مجاهدین پاک افغانستان بدنام شد و این لکه ننگ تا قیامت شاید جبینی از اینا باشه که مجاهدین در افغانستان آمدن حکومت را نتانستن و نظام را ساخته نتانستن، در حالی که مردم افغانستان بسیار قربانی به خاطر حاکم نمودن نظام اسلامی در افغانستان از خود نشان دادن. حالی هم اگر خدا کنه که ما جز خداوند قرآن کریم یک فرمول بسیار خوب برای ما بازگو کرده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما را خداوند توفیق بده مردم افغانستان را از رأس تا قاعده که ما همه سر به گریبان بگذاریم و به این نقطه پی ببریم که دیگر جنگ بریم به منافع افغانستان نیست. در جنگ جز افراد که در افغانستان زندگی میکنن، زمین افغانستان، خاک افغانستان، آب افغانستان، هوای افغانستان، جز هیچ چیز متضرر نمیشه. وقتی که ما در خودمان، هدف از ما هم گروه طالبان، هم نظام افغانستان و هم گروه های سیاسی، احزاب سیاسی، همه از اینا به این فکر رسیدن و به این نتیجه رسیدن که حالی دیگر جنگ در افغانستان راه حل نیست، چون ما 10 سال با روسا کمتر بیشتر جنگیدیم، بعدش هم از 71 تا 80 جنگ های تنظیمی به شدتش ادامه داشت و از 80 هم جنگ با طالبا، شما ایره که محاسبه بکنین چیزی کم 40 سال افغانستان در آن خاک دود آتش جنگ می سوزه و منافیش جز و ایرانی افغانستان و جز و ایرانی زیربینای افغانستان چیزی نبوده. ما وقتی به این نقطه رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که دیگر جنگ راه حل نیست، همه گپ حل میشه و تغییر در زندگی ما می آید و هم در سر میز بیاییم، سر همه قضایا می تانیم به توافق برسیم. در غیر از این ما عسکر برای دیگر شدیم و برای منافی فردی و گروهی خودمان هم دیشیدیم، اجرای برای حل ما هیچ کسی دیگر پیدا کردن نمید. سپاسگزار هستیم. آقای رنجبر، قرار است یک توافق نامه در پایان مذاکرات امریکایی و طالبان امضا شود. امین نبزی امین توافق نامه، امضا شدن چنین توافق نامه میان امریکا و طالبان نشان دهنده چی است؟ چی تصویری از حاکمیت ملی افغانستان نشان میده؟ و یا اینکه امریکا چی را به جهان یا به چی دایه یا چی پیامی به مردمش میبره؟ ببینید در اینجا چند بود باید را بررسی بکنیم. مسئله حاکمیت ملی را شما مطرح کردین. خب هرچند در جهانی که در حال حاضر جهانی شدن با گذشت هر روز گسترده تر میشه در سطح جهان، طبعا مفهوم حاکمیت ملی دچار تغییر شده. ما نمیتونیم که مفهومی را که چند دهه قبل از حاکمیت ملی به نحوی در ذهن خود تداعی میکردیم، اون مفهوم در حال حاضر ناممکن هست. خب با وجود از او هم وقتی کشور مثل ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داره و به صورت جدی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ اقتصادی دولت افغانستان را حمایت میکنه، خب طبعا تأثیرات خودش را داره به لحاظ هم از بعد حاکمیتش، هم از نقطه نظر اقتصادی، خب از نقطه نظر سیاسی نظامی هم تأثیر خود از هر بعدش اگه بیایم بررسی کنیم تأثیر خودش را داره. خب طبعا از این نقطه نظر هم ایالات متحده آمریکا و رهبرانش حتی در رفت آمد هایی که در افغانستان دارن حاکمیت افغانستان زیاد لحاظ نمیکنن، که نمونه آشکارش سفر آقای ترامپ در بگرام بود و او تحقیری را که آقای رئیس جمهور غنی از ناحیه آقای ترامپ
شاهد بودیم ما و شما دیدیم. خب این مسائل نشانگر از این است که ایالات متحده آمریکا با توجه به او هزینه ای که کردن توقعات هم دارن در این زمینه. خب طبعا امضای توافقنامه با یک گروهی که چندین سال تحت نام گروه تروریستی مسمی بوده از یک بود نشانگر از این است که از این بود. حالا اگر در نظر بگیریم نتیجه امضای این توافقنامه، همین امضای توافقنامه با من با آمریکا و طالبان به معنای امضای توافقنامه میان حکومت افغانستان و آمریکا نیست از نظر آنچه که شما بحث کردین. خب دو تا باز هم از دو منظر میشه بررسی کرد. یک نقطه نظرش که بالاخره گروه طالبان قبلا ماهیت تروریستی داشت، حالا دست برداشته از عملیات های تروریستی میآید، شریک نظام میشه، یک مسئله هست. از بعد دیگه اش که بیشتر به نظر من کاربرد داخلی در درون ایالات متحده آمریکا داره که بیشتر در درون افکار ما به گونه‌ای میخواد که بنمایانه در برای افکار ما آقای ترامپ که بالاخره یک گروه تروریستی که 18 19 سال در برابر ایالات متحده آمریکا جنگیده، در حال حاضر ایالات متحده آمریکا خصوصا آقای ترامپ روی کرد سیاست خارجی در افغانستان به گونه موفقانه گروه تروریستی را وادار به این کرد که دست از کارهای تروریستی برداره بیاید وارد نظام شود. من فکر میکنم از این بود هم بیشتر اونا تلاش داره که از این منظر او را پرداز بده و زمینه ساز پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شود. ولی از یک بود دیگه هم برای افغانستان پیامدهای چندگانه داره. خب طالبان با اون نوع نگاهی وقتی بیاید در داخل افغانستان وارد قدرت سیاسی شود، موجی از نگرانی ها را بالاخره با خودش به همراه خواهد داشت. مثلا حقوق زن چطور میشه، حقوق اقلیت ها چطور میشه، حقوق بقیه اقوام چطور میشه، آیا طالبان با همون نوع نگاهی که در سال 80 به یک نحو بساطش برچیده شد با اون نوع نگاه برمیگرده، یا اینکه نه یک مقدار انعطاف پذیری را ما شاهد خواهیم بود. یک بحث مهم دیگه ای که متاسفانه در پس پرده صلح افغانستان جریان داره او به نظر من تعویضی به یک نحو سناریو هست، اینی برچیدن سناریوی به نام طالبان و آغاز یک سناریوی وحشتناک و دهشتناک دیگه ای که برای مردم افغانستان چیزی جز غم و دهشت و ترس و رعب و کشته شدن و بالاخره خون و آتش در پی نخواهد داشت. باور من این هست که بالاخره تاریخ مصرف طالبان به یک نحو به پایان خودش نزدیک میشه و متاسفانه ایالات متحده آمریکا برای این که رویکردهای خودش را در محیط پیرامون افغانستان موفقانه تر انجام بده، یک گروه تروریستی دیگری را میخواهد که در افغانستان دوباره تربیت بکنه. تشکر میکنم آقای رنجبر. آقای عتیق، حالا انتظار مردم افغانستان یا بستری که در افغانستان وجود داره در بین مردم، در لایه ها، در اجتماع افغانستان برای آمدن طالبان چقدر هموار است و اینکه چقدر آغوش باز است برای پذیرفتن طالبان اگر واقع مینانه بحث بکنیم و جامعه را در نظر بگیریم؟ خب طوری که استاد اشاره کردن او برمیگرده به نیتی جوانی به داخل در قضیه و به خصوص طالبا. اگر طالبا به همین فکری که فعلا هستن برگردن، به خصوص در شهرهای افغانستان برای پذیرششان هیچ جایی نیست و هیچ فکری در شهرهای افغانستان آمده برای پذیرشی گروه طالبا وجود نداره و قابل تحمل نمی باشن. و اگر طوری که من اشاره کردم که زندگی تغییر پذیر هست، انسان ها تغییر پذیر هستن و طالبا به این فکر به این نتیجه رسیده باشن که دیگر جنگ راه حل در افغانستان نیست، آره بیاییم ما اگر واقعا حاکمیت در افغانستان میخواهیم باید از راه اما سیستم های رایج در جهان امروزی ما به حاکمیت برسیم، بیاین سلاح را به زمین بگذارن. اگر کسیش علاقمند به تفنگدار بودن است در چوکات نیروهای امنیتی جذب شون و بیاین در داخل مثلی که ما یک ملا هستیم و چهار سبا در مدرسه خواندیم و لازمی را دیدیم که ما راه مبارزه ما نیست که ما در داخل نظام باشیم برای دفاع از ارزش ها و باورهای دینی ما مبارزه بکنیم و استادگی بکنیم که الحمدلله استادگی کردیم و در داخل نظام هم کسیم خطوط اساسی ما ارزش ها و باورهای دینی ماست و این که ما در همه مسائل موفق نیستیم که به اهداف اصلی خود برسیم، خب تلاش داریم و نیتی از این را داریم که ما در خدمت مردم و در خدمت دین و باورهامون باشیم.
طالبا هم به همین نیت بیان در داخل نظام، بیان کاندید بکنن در شوراهای مختلف، هم در پارلمان، هم در شورای ولایتی، هم در شورای قریه و خلاصه، و نهایتش کاندید کنن، مثل که آقای حکمتیار آمد، کسی که بیش از 20 چند سال جنگید ولی آمد در یک پروسه دموکراتیک ثبت نام کرد و شما میدانی که نفر سوم در ستون انتخابات قرار داره، و اونا هم بیاین اما محبوبیت خود را در میان مردم افغانستان بیازماین و برشان بستر آماده هست و مردم افغانستان میپذیرشان، و چون مردم افغانستان خسته شدن از جنگ، شما باور بکنین هم در داخل صفوف طالبا و هم در داخل نظام کم خانواده است که یک عضو خانواده شد در جنگ ها از دست نداده باشن. ما 2 سال قبل در یکی از ولسوالی های بدخشان شاهد هستم در یکی از قریه هاش که حساب گرفته شده 56 خانم به شوهر شده، هم از طرف طالب و هم از طرف دولت، و در 56 خانمی که شوهرای خود از دست دادن، اگر 5 اولاد داشته باشن چند حق میشه، و اگر 2 داشته باشن چند میشه؟ نه طالبی هست بر سر او یتیمی او طالبی از دست داده خود دست بکشه، و نه از نیروهای دولتی کسی از در اوجا به سر یتیمی از او دست بکشه، چون تمام اقشار در این جامعه از جنگ آسیب دیدن و هیچ خانواده ای نیست که به ماتم ننشسته باشه و گیلم غم هموار نکرده باشه. به این خاطر هر شهروند افغانستان آرزوی ازیره دارن که ما یک روزی او گیلم غم خود را جمع بکنیم، در فضای آرامش زندگی خود را به پیش ببریم، و این بعید نیست. بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از حضور شما آقایان، آقای مولوی ذبیح الله عتیق عضو مجلس نمایندگان و آقای بسم الله رنجبر کارشناس روابط بین الملل، و تشکر از شما بیننده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.